بریم سراغ مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین خدمات اینترنت. ما در یک جهان الکترونیک داریم زندگی میکنیم. میخوایم راجع به مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات یا ICT توضیح بدیم. قبل از اینکه من راجع به این فاکتورها صحبت بکنم، بگم ICT به معنی فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی حوزه‌های وسیع مربوط به کامپیوتر از جمله حوزه‌هایی که الان می‌خوام بگم و پوشش میده. نصب و نگهداری شبکه‌های کامپیوتری، مدیریت داده‌ها، نگهداری سخت افزار کامپیوتر، طراحی پایگاه داده و خیلی از حوزه‌های دیگه. صحبت بکنیم راجع به خدمات اینترنتی برای مصرف کنندگان. اینترنت یه دامنه وسیعی از خدمات رو به مصرف کنندگان ارائه میده. بخوایم یه بخش بندی کوچیکی بکنیم، میتونیم بگیم ای کامرس یا تجارت های الکترونیکی، ای بانکینگ یا بانکداری الکترونیکی و ای گاورمنت خدمات الکترونیکی. این سه تا خدمت هایی هستند که معمولا ما دریافت میکنیم. جزئی تر وارد بشیم. تجارت الکترونیکی کاملا مشخصه، یه کلمه شناخته شده تو دنیای اینترنت به مفهوم خرید یا فروش از طریق اینترنت. چه مزایایی داره؟ من دیگه خیلی جزئی توضیح نمیدم چون کاملا مشخصه منظورمون چی از تجارت الکترونیکی. چند تا مزیت داره. 1. ارائه خدمات در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته. درسته؟ برخلاف فروشگاه معمولی که شبا تعطیلن یا جمعه ها تعطیلن. شما بخوای یه موبایل بخری، مغازه جمعه تعطیل، نمیتونی بری حتی موبایل رو تست کنی، ولی اینجا شما میتونین برین موبایل رو نگاه بکنین تو سایت های خرید و فروش و بررسی بکنین، امکاناتش رو ببینین، حالا نه اینکه لمسش بکنین، ولی میتونین یه توضیحات و مقایسه روش داشته باشین. انبارهای بزرگتر، انبارشون بزرگتره. اطلاعات دقیق محصولات رو به ما ارائه میدن تو این سایت ها. امکان مقایسه قیمت میدن. تحویل دم در خونه میان تحویل میدن. تحویل خیلی امکان مهمیه. و امکان بازگشت اجناس معیوب. اینا مزایای تجارت الکترونیک. اما معایبی هم داره؟ بله. قبل از اینکه حالا من بگم خودتون هم میتونید فکر کنید و قطعا خیلی مزایا و معایبش بیشتر از این چیزایی که من دارم میگم. من خیلی تیتروار دارم به یه سری چیزای کلی اشاره میکنم. احتمال سرقت مشخصات کارت اعتباری، بله این امکان وجود داره، نه اینکه همیشه این اتفاق بیفته ها، ولی این امکان وجود داره. این نگرانی که آیا این وبسایت معتبره، از کجا معلوم من سفارش دادم رسید به دستم، از کجا معلوم پولو بریزم بهم کالا تحویل بدن، از کجا معلوم این کالایی که من خواستم دقیقاً همینو بیارن؟ نگرانی ها هست دیگه. اگر اجناس معیوب باشن چیکار کنم؟ ارجاع میکنم؟ میتونم برگشت بدم؟ یا نه میگن آقا شانست خراب در اومده، کاری ندارم. اگر اجناسی را از کشوری دیگر خریداری کنید، اون شرکت چگونه این خریدارو پوشش میده؟ آیا میتونیم با یه فرد حقیقی صحبت کنیم؟ این خیلی نگرانی مهمیه ها، مخصوصا تو کسایی که مثلا یه خورده سنی ازشون گذشته و به مدل خرید سنتی علاقه بیشتری دارن، اصلا مشکلشون همینه. میگن آقا من دارم از کی میخرم؟ قبلا میدونستم از عباس آقا دارم میخرم، از اسقر آقا دارم میخرم، از فلان کمپانی دارم میخرم، الان از کی دارم میخرم؟ یه فرد حقیقی هست اونجا با من صحبت کنه من بدونم اونجا کی هست؟ این از این. بریم سراغ بانکداری الکترونیکی. بانکداری الکترونیکی کاملا مشخصه دیگه. اینجا الان ما یه نمونه صفحه‌ای به پرداخت الکترونیکی بانک ملت رو من براتون آوردم. مدیریت آنلاین پول بدون اینکه بریم تو شعبه، کارت به کارت کنیم، مثل اینجا پول واریز کنیم و کارهای مختلف انجام بدیم. حسابمون رو چک بکنیم، شماره شبا بگیریم، از این کارو بکنیم. دولت الکترونیک چیه؟ تو
تو دولت الکترونیک چند تا فاکتور مهم در نظر گرفته شده. یک سرشماری، هر چند سال یه بار یه سرشماری انجام بشه و تو پایگاه داده های بزرگ کامپیوتری وارد بشه. ثبت وسایل نقلیه، مشخصات تمامی خودروها و کامیونها توی مرکز نگهداری بشه. جمع‌آوری سود سهام و رأی گیری الکترونیکی. اینا که باشه میگیم دولت الکترونیک. فاکتورهای دیگه هم داره ولی اینا مهمتریناشونه. آموزش الکترونیکی چیه؟ به به، دیگه تو دوران کرونا بعید میدونم کسی این مفهوم رو ندونه. قبلا شاید میگفتیم آموزش الکترونیک، حسی نداشتیم، میگفتیم بابا مثلا نمیشه که. ولی دیگه الان اول اینکه هم خودتون دارین ویدیو مکتب خونه میبینین و هم این که تو دو ایام کرونا هستیم و کامل با این ای‌لرنینگ آشناییم و خیلی نیاز به توضیحاتی نداره. آموزش الکترونیک به وسیله ابزار الکترونیکی آموزش بدیم. کاربرد برنامه‌های کامپیوتری در بخش آموزش. بیایم یه خورده جزئی‌تری نگاه بکنیم. مثلا ثبت نام دانش آموزا و ارائه جدول زمان‌بندی دیگه به روش سنتی نیست. اینا خودش فاکتورهای مهمیه. مثلا چقدر توی هزینه اینا تاثیرگذاره؟ چقدر تو کاغذ اینا تاثیرگذاره؟ آموزش مبتنی بر کامپیوتر. آموزش‌هایی که دارن بچه‌ها می‌بینن به یه روش کم هزینه تر مبتنی بر کامپیوتر داره انجام میشه. استفاده از اینترنت برای انجام تکالیف. سیستم‌های آموزش از راه دور. اینا همه امکاناتی هست که داره. بیایم راجع به مزایاش صحبت بکنیم بعد بریم سراغ معایبش. یه معلم میتونه به افراد زیادی تو مکان‌های مختلف آموزش بده. آها، مشکل جا حل میشه. تعداد همیشه محدود کننده بود. آقا کلاس 30 نفری باشه. ولی الان این کلاس 70 نفری هم باشه اوکیه. اگر آموزش فقط مبتنی بر کامپیوتر باشه، اون وقت دانش آموز میتونه با سرعت متناسب خودش آموزش ببینه و بخشی از درسی که متوجه نشده دوباره تکرار کنه. همچنین غیر از این امکان تکرار، تدریس میتونه تو 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته انجام بشه. الان شما دوره ICD رو هر وقت بخوای میتونی ببینی. کسی فورس نمیکنه، کسی زور نمیکنه حتما ساعت 8 صبح باید ببینی. نه، یکی بیکار میخواد دو نصف شب ببینه. اینم یه مزیت دیگه شه. و مزیت دیگه که میتونیم بهش اشاره بکنیم اینه که معمولا مدل های آموزش الکترونیکی ارزون تر از روش های آموزش سنتی هستند. حتی استثناء داره ها، ولی به صورت کلی گفتم. معایب چی؟ آیا معایبی داره؟ بله، ممکنه فرصتی واسه پرسیدن سوال از فرد حقیقی وجود نداشته باشه. آره واقعا. ارتباط اینترنتی ممکنه به دلایل مختلفی قطع بشه. دقیقاً. ممکنه لازم باشه هزینه اتصال به صورت دقیقه‌ای پرداخت بشه. اینم هزینه است. ممکنه سرعت دانلود برای برخی از اشکال آموزش الکترونیکی پایین باشه. و به دلیل اینکه تولید برخی از انواع بسته‌های آموزش الکترونیکی وقتگیر و زمان بره، ممکنه جزوه‌های آموزشی الکترونیکی بعد از عرضه نسخه جدید دوباره باید ریفرش بشه و ممکنه اون نرم افزار جدید اومده به روز رسانی شده اما یه بازه طولانی طول میکشه تا اون دوره به روز رسانی بشه. این هم از بقیه مشکلاتشه. معمولا مشکلاتش برمیگرده به سرعت و امکانه این که شما سر کلاس نیستین، مثلا به صورت حضوری سوال بپرسین، محدودیت اینترنتی هست و همه این صحبتهایی که راجبش گفتیم. یه چیز دیگه ای که میتونیم به کاربرد ICT در زندگی روزمرمون اشاره بکنیم، کار از راه دوره. از راه دور به شبکه مثلا اون شرکت وصل میشن و شروع میکنن کارها رو انجام دادن. طرف قراره بره تو شرکت مثلا کار X رو انجام بده، خب تو خونش هم میتونه انجام بده، به شبکه وصل میشه و انجام میده. یه مزیت مهم داره خب، که دیگه حمل و نقل رو حذف میکنه و اینجا زمان بندی به نفع اون فرد میشه. حالا الان میخوام راجعش صحبت کنیم. برخی از مزایای کار از راه دور، برخی از معایبش. مزایاش: کاهش یا به صفر رسیدن زمان سفرهای شهری. دقیقاً.
توانایی بیشتر برای تمرکز بر روی یک کار، شما هم این زمان رو از دست نمیدین که در حال سفر باشین، یعنی بخواین از یه جای مثلا شهر برین یه جای دیگه شهر، و همین که راحت تر میتونین روی کار تمرکز بکنین. برنامه ها زمان بندی انعطاف پذیرتری دارن و اینکه فضای دفتری هم زیاد اشغال نمیشه. اگر کسی کلی کارمند داره ولی نمیتونه فضای دفتری بزرگی تهیه کنه، بهترین کارش اینه که از این قابلیت دورکاری استفاده کنه. معایبش چیه؟ فقدان روابط انسانی. دقیقا، شما تو خونه نشستی، دیگه کسی نیست اونجا روابط انسانی برقرار کنین، صحبتی بکنین، خاطره‌ای تعریف کنین، راجع به مسائل روز صحبت بکنین. تأثیر منفی بر کار گروهی. کار گروهی یه خورده سخت میشه. قطعا کار گروهی به صورت ملاقات، یعنی به صورت حضوری، خیلی پتانسیل بیشتری داره، اما اینجوری یه خورده تأثیر ممکنه بذاره رو کار گروهی. انضباط فردی، شما رصد نمیشین، تو خونه این با لباس معمولی و چه میدونم مثلا کنارتون کلی غذا و میوه و فلان و اینا، ولی شاید شما برین تو شرکت یه سری محدودیت‌های این مدلی توش اضافه بشه. این انضباط فردی ممکنه تمرکز رو به هم بزن. و نکته دیگه‌ای که هست اینه که استثمار احتمالی کارمندان، که مثلا ممکنه حالت شرایط خاص پیش بیاد و شرکت‌ها از این اتفاق سوء استفاده کنن و دورکارا رو یه سری محدودیت‌ها براشون بذارن، مثلا چه می‌دونم تو اون صنف بیمه رد نکنن، از این کارهای مختلف که حالا اینو خیلی مد نظر قرار نمیدیم. اما می‌خوایم یه خورده راجع به ارتباطات صحبت بکنیم. ما ارتباطاتمون در این فضا چجوری هست؟ دیگه کامل داریم راجع به کاربرد آی سی تی تو زندگی روزمره میگیم دیگه، اینا مثالن. ما هر چی می‌خواستیم راجع به آی تی بگیم و گفتیم. این ویدیو و ویدیو بعدی بیشتر داریم کاربرد میگیم. ارتباطات، یکی به وسیله پست الکترونیک یا ایمیل میتونه انجام بشه. با پست الکترونیک شما میتونید به هر جای دنیا به آدرس ایمیلی که فرد مد نظر داره پیام ارسال بکنید، عکس ارسال بکنید، فایل ارسال بکنید. پروتکل انتقال صوت یا همون از طریق ویپ اسکایپ مثلا میتونید ازش استفاده بکنید. پیام فوری مسج و RSS، از RSS فید ها میتونید استفاده بکنید برای اینکه مثلا اخبار جدیدی که براتون میاد بهتون اطلاع داده بشه. وبلاگ ها، پادکست ها میشه پروتکل هایی که ما برای ارتباطات بهشون اشاره میکنیم. این کلا مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات بود و خدماتی که اینترنت داره به ما ارائه میده. تو ویدیو پایانی راجع به تقریبا میشه گفت همین نکات صحبت خواهیم کرد، یه خورده راجع به انجمن‌های مجازی و همچنین سلامتی و کلا محیط شبکه مجازی صحبت خواهیم کرد.